فعالین سیاسی دیگر، و من از این واژه دیگر انگلیش هم زیاد همچین باش راحت نیستم، کسانی که واقعا ایرانی هستن، ناسیونالیست هستن و دوست دارن نظریات خودشون رو با شما در میون بذارن، تجربیات تاریخی خودشون رو با شما در میون بگذارن. در نتیجه تمام این گفت و شنودها هستش که جامعه میتونه آگاهی کامل پیدا بکنه و بعد از آگاهی و دانش هستش که انسان میتونه به پا بخیزه و کشورش رو پس بگیره. من امروز به صورت مشخص، چون خب تصاویر سمت ایران قبلا پخش نمیشد، من چند سال که در این رابطه به خصوص تاریخ 100 سال اخیر برای جامعه ایرانی در لس آنجلس و قسمتی از اروپا برنامه اجرا کردم و برای هموطنان توضیح دادم، خب این تصاویر به ایران پخش نمیشد. جوانان ایران زمین بی بهره موندن از آنچه که در طول این سالها سعی و تلاش و کوشش هم بوده برای آگاهی رسوندن به جامعه ایرانی. از این رو با درخواستش بسیاری از شما بران شدم تا قسمت‌هایی را از توطئه جهانی 1979 که دستاورد خودم هست، مجموعه‌ای هستش که درست کردم و چند سال جلوی صفحات تلویزیون اون رو نشون دادم، فیلم‌های مستند متفاوت، تحلیل‌ها و تفسیرها و تحقیقاتی که انجام دادم و بهتون توضیح دادم و نشون دادم و به یک نتیجه گیری کلی رسیدیم، آن چرا که در ایران در سال 79 اتفاق افتاد دسیسه‌ای بود، توطئه‌ای بود علیه ایران و ایرانی برای جلوگیری از پیشرفت کشور ایران در درجه اول و بعد سایر کشورهای منطقه، که در واقع همین اتفاق هم تا به امروز افتاده. خب برای اینکه بتونم اینها رو به شما نشون بدم و توضیح بدم که چه اتفاقی در مملکت ما افتاد و ارتباطش با امروز چه بوده، مجبورم اول از رأس شروع بکنم. از رأس چیه منظورم؟ یعنی اینکه ما از آغاز، از کجا آغاز کردیم؟ کوتاه مختصر توضیح بدم چگونه شد، چه اتفاقی در سال 79 افتاد، کشورهای بیگانه چه نقشه‌ای، چگونه نقشه کشیدن و برای چی نقشه کشیدن، چرا این طرح رو پیاده کردند، چه عللی داشت که این طرح پیاده شد، تا شاید اگر در انتهای برنامه برای جمع‌بندی وقتی موند بتونم با شما در این رابطه هم صحبت بکنم. فیلم های متعددی هستش که باید خدمتون نشون بدم و بعد چکیده و خلاصه ای از اینکه خمینی کیست، که بوده و چه کار کرد، نظریات او و فدایان اسلام در ایران چه روزگاری رو به وجود آوردن در سالهای پیشین و امروز چه میکنن، نه فقط در ایران بلکه در سوریه، در لبنان، در فلسطین و در عراق و حتی کشورهای آفریقایی. چرا حکومت اسلامی این مقدار پول داره خرج میکنه، این همه سرمایه گذاری میکنه برای اینکه حزب الله لبنان رو قوی بکنه، برای اینکه مردم فلسطین رو یاری بهشون برسونه، برای اینکه در عراق مدرسه بسازه، برای اینکه به سوریه ها و یا بشار اسد کمک بکنه، این همه تعریف داره، چرا این کارو میکنه؟ خب کوتاه مختصر اول باید این جنس رو شناخت، یعنی حکومت اسلامی این ویروس رو، ویروس میدونید تخریب کننده است و کثیفه، این ویروس رو اول باید شناخت، از کجا آغاز کرده، چگونه آغاز کرده، چه کسانی باعث شدن که این ویروس وارد کشور ما بشه، کشوری که داشت به سوی صنعتی شدن میرفت و هر روزش از روز قبلش بهتر بود، چگونه واژگون شد که قوانین 1400 سال پیش آوردن امروز در ایران پیاده بکنن، چه دلیلی داشت، خدا در خطر، اسلام در خطر، هیچ کدوم از اینا نبوده. کسانی که این ویروس رو وارد مملکت ما کردن میدونستن که با وارد آوردن این ویروس به تن بدن ایرانیان، این تن و بدن درون اون مملکت با اون جغرافیا در سالهای بعد به چه شکلی تغییر پیدا میکنه. خب بهتره که اینجوری آغاز بکنم، از اونجا که کشورها همه به فکر منافع خودشون هستند و بودند، کشورهای تراز اول جهان فرض بگیریم از قبیل آمریکا و یا کشورهایی مثل کانادا، مثل اروپا، کشورهای اروپایی و غیره، کشورهایی که یک ساختار دموکراسی درشون پایه‌گذاری شده، اون هم برمیگرده به دهه های پیش، سده های پیش، افرادی بودن که اومدن پایه‌گذاری کردن مسائل حقوق انسانی رو برای این کشور و بهترین ها انتخاب میشن برای اون کشور کار بکنن. مسئله اینه که هر کشوری با داشتن هر پادشاهی و یا هر رئیس جمهوری و هر نخست وزیری و هر نماینده مجلسش برای منافع خود اون کشور و یا خانواده خود اون کشور داره سعی و کوشش رو تلاش میکنه. پذیرفتنی نیست به فرض مردم آمریکا بیان دلسوزی بکنن به فرض برای مردم حتی کانادا. خیر، به قول قدیمی ها میگن چراغی که به خانه رواست به مسجد حرومه، این مثال مسلمان هست. من
از این با وارد میشن که شاید حتی اونا هم که مسلمونن و این برنامه رو نگاه میکنن نتیجه گیری بکنن. هر کشوری در جهان به فکر منافع خودشه. در سالهایی که دوران پهلوی ازش نام برده میشه، 57 سال، دوران بسیار نزدیکی میان دولت آمریکا و دولت ایران به وجود اومد که این نزدیکی رو از طرف شخص اول مملکت، قدرت اول مملکت، شاهنشاه آریامهر، رابطه هایی برقرار شد که به نفع جامعه ایرانی بود. خب در قسمتی جنگ سرد ازش نام برده میشه که جنگ سرد، جنگ بین در واقع کمونیسم در اون زمان و یا غرب و به صورت مشخص آمریکا بود که جهان به دو قطب متفاوت و دو قدرت جهانی تقسیم شده بود، اروپا و آمریکا و کانادا در یک قسمت و یا کشورهای متحد و کشورهای چپگرا یا کمونیستی به قول معروف یا دارای ایدئولوژی که مارکسیست و لنینیستی و کمونیستی و انگلسی به کنار دیگر. خب برای اینکه اینا پیشرفت نکنن سالهای متفاوت، چه از جنگ جهانی اولش بگیرید که جنگهایی در جهان رخ داد که جامعه ایرانی پرداخت کرد هزینه های میلیون میلیون نفری رو، چه در جنگ جهانی دوم که اومدن به طور مستقیم وارد ایران شدن و به رضا شاه بزرگ گفتن اگه نری کشور رو به سه قسمت تقسیم میکنیم و مجبورش کردن که از کشور خارج بشه و در واقع کسانی رو که وابسته مستقیم به خصوص سفارت انگلستان و MI6 بودن رو وارد ایران کردن که همه این دوران رو من براتون توضیح دادم. اما من از هموطنان عزیزی که در خارج از کشور هستن تقاضا میکنم اگر صحبت های منو گوشه های دیگه شو در سال های پیش شنیدن یا فیلمایی که براتون در نظر گرفتم پخش میکنم رو نادیده بگیرید. این بیشتر برای جوانان هست درون کشور که تا به امروز با این آگاهی ها آشنایی نداشتن. شاید هم برای شما برای بسیارتون برای اولین بار باشه که بعضی از مطالب رو و یا تصاویر رو امروز ببینید. اما به طور کلی کشورهای ابرقدرت جهان فقط به فکر منافع خودشون بودند، هستند و خواهند بود. اگر منافعشون زمین بخوره قاعدتا دیگه اون قدرت‌ها رو ندارن و از دست میدن این قدرت‌ها رو و در نتیجه خود اون کشورها، به فرض اینکه کشور مثل آمریکا هم به چند قسمت تقسیم میشه، اگه قدرت اصلیشو از دست بده، خب اومدن بر پایه همون قانون اساسیشون که نوشته شده عمل کردن و وکلایی در این مجلس ها هستند، سناتورهایی هستند که برای مردمشون و در بسیاری از اوقات برای جیب خودشون هم کار کردن. ولی در نهایت چه حزب دموکرات چه حزب جمهوری خواه که در این مملکت یعنی آمریکا هستند، وقتی در بزنگای تاریخی گیر میکنن اول منافع کشورشون براشون مهم هست. حال اگر کسانی یعنی کشورهای دیگه منافع آمریکا رو تامین کرده بودن ولی در بزنگای منافعشون به خطر بیفته، یعنی منافع آمریکا به خطر بیفته، میتونن رؤسای جمهور کشورهای ضعیف‌تر رو یا پادشاهان کشورهای ضعیف‌تر رو عوض بکنن از طریق توطئه که این رو من به سه قسمت براتون تقسیم کردم. اول اگر بخوان کشوری رو تغییر پیدا بدن که سیاستشون به نفعشون نیست، یعنی سیاست اون کشور به نفع آمریکا دیگه نباشه، از طریق توطئه انجام میدن. توطئه هم به شکل‌های متفاوت وجود داره، زدن مخ مردم از طریق رسانه‌های متفاوت بیگانه، از طریق اروپا، اسرائیل، آمریکا، شوروی اون زمان، فیا روسیه و همه جهان به طور کلی تا بتونن اون کشور رو تکه و پارش بکنن، چیزی که به خصوص در رابطه با کشور ما اتفاق افتاد. و اگر توطئه‌شون کار نکنه دست به ترور میزنن، یعنی ترور شخص اول مملکت، حالا میخواد رئیس جمهور اون مملکت باشه یا میخواد پادشاه اون مملکت باشه. اگر این دوتا هم کار نکرد، یا مثلا میتونم به صورت مشخص این مثال رو در رابطه با کشور خودمون بزنم که توطئه در کشور ما کار کرد، در عراق این توطئه کار نکرد، دست به ترور زدن که صدام حسین رو نابود بکنن اما اونم موفق نشدن، در نهایت راه سوم رو که عمل جنگی و یا حمله نظامی به اون کشور هست برای تغییر نظام اون کشور انجام میدن. پس این روش ها به سه قسمت تقسیم میشه. وقتی که منافع یک کشوری با ابرقدرتی مثل آمریکا و یا کشورهای اروپایی در تقاطع قرار میگیره، یعنی زمانی که ایران به خصوص در سال 1973 با اعلان این مسئله که اگر قیمت نفت رو، قیمت اسلحه هایی که به ایران فروخته میشه، صنایع سنگین و یا
کوچک و بزرگی که به ایران فروخته میشه، مواد اولیه خامی که احتیاج دارن ایرانیان برای چه در رابطه با مواد غذایی، چه در رابطه با صنعت و پتروشیمی و غیره، اگر قیمت ها بالا بره، پس پادشاه ایران اینگونه اعلام کرد در سال 1973 یعنی 1351 که اگر این قیمت ها رو بالا ببرید، چه از کشور آمریکا و چه از کشورهای اروپایی، ما هم قیمت نفت رو در اوپک بالا خواهیم برد و یا قیمت نفت رو در ایران که اولین کشوری هست که روش حساب میشه و فرمان اول به دست کشور ایران و پادشاه ایران هست صورت میگیره. خب صحبت‌های بسیار متفاوتی انجام شد، رفت و آمدهای فراوانی چه از طریق کشورها و دولت آمریکا به ایران و همچنین درخواست آمدن پادشاه به آمریکا انجام شد که بشینن صحبت بکنن آقا قیمت نفت رو بالاتر از این نبر، چون به ضرر دولت آمریکا میشه و دولت آمریکا در یک بحران اقتصادی قرار میگیره اگر پادشاه ایران نفت رو قیمتش رو از 35 دلار یا حتی صحبت بر سر 30 دلار هم بود بالاتر ببره. اما ما نفت رو حتی به 35 دلار رسوندیم. پس بنابراین در زمانی که ایران منافعش ایجاد میکرد که بتونه از فراورده های خودش، از دستاورد های خودش استفاده بکنه، منابع طبیعی خودش رو مورد استفاده قرار بده، قیمت اون رو بالا برد و در همین زمان بود که به نفع نه فقط آمریکا بلکه کشورهای ضعیف اروپایی هم نبود، از قبیل فرانسه، از قبیل آلمان، از قبیل انگلیس و سایر کشورها که اگر قیمت نفت بالا بره این کشورها تضعیف میشن. این کشورهایی که دارای نفت نیستن، حالا انگلیس که دارای نفت ولی سایر کشورها که دارای نفت نیستن و یا آمریکا که دارای نفت هست ولی به هیچ عنوان دوست نداره استخراج بکنه، از ممالک دیگه تا به امروز سوء استفاده کرده و یا استفاده کرده به خاطر اینکه خرج بیشتری برای خودش میتراشه اگر بخواد از منابع خودش استفاده بکنه، بنابراین تقاطع پیدا کرد با منافع آمریکا در سال 1973. اولین کاری که کردند سناتورهای آمریکایی اومدن مصوبه‌ای رو به تصویب رسوندن در اون سال که ما میبایست نفت رو ذخیره بکنیم برای سالهای آیندهمون که در بحران‌های اقتصادی و یا سیاسی اگر قرار بگیریم کشور آمریکا بتونه از اون مانع عبور بکنه و دارای تورم و یا مسائل مشکلات مالی نشه. بعد از بسیاری از صحبت‌ها وقتی که پادشاه ایران قبول نکرد که منافع ایران رو زیر پای بگذاره، یعنی نفتی که از زیر پای مردم کشیده میشه، از زیر زمین کشیده میشه که متعلق هست به جامعه ایرانی، به رایگان در کشورهای دیگه خرج نشه، خب اینها زنگ خطری بود برای کشور آمریکا و به خصوص کمپانی‌های نفتی. کمپانی‌های نفتی اداره کننده بسیاری از سلاطین هستند در جهان. وقتی که این رو خدمتتون عرض میکنم به این معنی، صحبت بر سر 1 میلیارد و 2 میلیارد نیست، صحبت بر سر صدها میلیارد دلار در هفته است که بالا و پایین میشه که میتونن با قسمت بسیار بسیار اندکی هزینه کردن در کشورهایی که مردمش دارای دانش کافی و یا آگاهی کافی در رابطه با خودشون، در رابطه با مملکتشون، در رابطه با کشورشون نیستند، بتونن از طریق تبلیغات و از طریق فرستادن جاسوس به شکل‌های متفاوت بر اساس شناخت روانشناسی اون مردم و اون جامعه بتونن آن چیزی رو که خودشون میخوان جایگزین بکنن در کشوری که مورد نظرشون هست، که این در رابطه با کشور ما انجام شد. ما در همون مرحله اول توطئه باختیم به دلیل اینکه جامعه ایرانی درک مطلب رو نگرفته بود. چرا نگرفته بود؟ این رو هم توضیح دادم. ما در سال 1300 در زمانی که رضا شاه بزرگ تازه وارد کار میشه، جامعه ایرانی بیش از 98% بی سواد داره، دارای 1001 گرفتاری مالی خولیاییه. جامعه ایرانی جامعه عقب افتاده مریض تکه پاره شده ای بود در سالهای 1300 و قبل اون، حتی در جنگ جهانی اول که روس و انگلیس تکه پاره کردن و میلیون ها نفر ایرانی رو در جنگ جهانی اول کشتن وسط خیابان ها، چه از طریق چه توسط اسلحه، چه از طریق در واقع تحقیر کردن و به وجود آوردن قحطی درون کشور و چه از طریق بیماری
آنفولانزای اسپانیایی که نیمی از جامعه ایرانی نابود میشه. آمار متفاوته، از 6 میلیون تا 9 میلیون نفر نابود میشن. اینها نشناسنامه داشت